من مخصوصا قطع نکردم چون خواستم مطمئن بشم که این بحث ادامه پیدا میکنه. اینترنت من هم یه مقداری مشکل داره. دوستان رفقایی که بحث دارن، سوال دارن، لطفا دستشون رو بلند کنن. من ویدیومو میبندم چون صدام راحت تر خواهد بود. چند تا نکته میخواستم در ادامه همین بحث مطرح بکنم. یکیش این بحث به اصطلاح سقوط طبیعی. ما میتونیم از اینی که مرحله های مختلف و شاید مرحله انحطاط در کجاست، ولی اون چیزی که گاهی اشتباه ارزیابی میشه اینه که گویی انحطاط مثلا در 10 سال، 20 سال اتفاق میفته. شما میتونی این صحبت رو بکنی که انحطاط چندین قرن ادامه داره و سرمایه‌داری از شروعش مثل هر پروسه دیگه ای از لحظه ای که شروع میشه وارد انحطاط هم میشه، مثل بشری که به دنیا میاد و مرگش حتمیه به نوعی. ولی خطرناک بودن این بحث سقوط طبیعی یا سقوط غیر قابل اجتناب اینجاست که احزاب سیاسی چپ اون موقع هر حرکت کوچیکی رو ازش ارزیابی های عجیب و غریب دارند. مثلا یک اعتصابی یک کمی بزرگتر از قبل صورت میگیره. ما در بریتانیا شاهد این بودیم با اون جریانی که تراب خوب به خاطر داره، اون چیزی که بعدا شد نیوز نایت، ورکرز ریولوشنری پارتی، و یا الان شاهدش هستیم با جریانی که قبلا اسمش سولیداریتی بود، حالا شده ریولوشنری کامونیست پارتی. این نوع جریان ها عملا مشکل اساسی برای چپ ایجاد می کنند، چون این تصور رو ایجاد می کنند که کار سیاسی، کار فرهنگی، بحث اقتصادی، داشتن استراتژی مهم نیست، کافی ما با این روند طبیعی سقوط سرمایه پیش بریم. و برای اینه که مثلا یه حرکت اعتراضی میشه، پیش بینیشون اینه که سرمایه‌داری که مثلا یه ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه سرنگون میشه. و مشابه این رو متاسفانه ما در رابطه با جمهوری اسلامی هم میبینیم. هر بار جمهوری اسلامی با یه بحران سیاسی یا اقتصادی روبرو میشه، عده‌ای عین این حرف رو میزنن. یه نکته دیگه که مهمه و توی بحثهای تو را خیلی دقیق بهش اشاره شد، این بحثی است که برای خیلی ها این نگرانی، این سوال، نه نگرانی، این سوال پیش میاد که در چه مرحله ای از تاریخ رشد سرمایه‌داری ما شاهد موقعیتی بودیم که مثلا کشورهای غربی پیش افتادند. و این یکی از سوالهای اساسیه، چون حالا ایران رو بذارید کنار، ولی مثلا چین در مقاطعی از نظر فرهنگی، اقتصادی، تاریخ باستانی غیره جلو بوده، کشورهای دیگه در شرق جلو بودند. رشد خاص برخی از منابع تولید و در کنار اون اهمیت پیدا کردن تجارت جهانی نقش تعیین کننده ای داشته. و اینجا به درستی تو را اشاره میکنه به مسئله توان دریایی، تجاری و نظامی قدرت هایی که تعیین کننده بودند در قرن 18، 19، 20 در رابطه با جهان گستری. هلند، بریتانیا، قبل از اونها شاید اسپانیا غیره. اینها عملا
توازن قدرت در نظام سرمایه‌داری رو عوض کردند و این تغییر توازن قدرت در نظام سرمایه‌داری نقش تعیین کننده ای داشته. و یه نکته آخری که من میخواستم بهش اشاره بکنم، مسئله درک بورژوایی از اقتصاد سیاسی و نظام سرمایه است. ببینید، ما باید فرهنگ و دید خودمون رو داشته باشیم در ارزیابی از انباشت، از رشد، از نرخ رشد. من دیدم دوستان، رفقایی از چپ میان مطرح میکنن که مثلا رشد اقتصادی ایران، رشد اقتصادی کره جنوبی غیر، مقایسه اینها. و سوال من از تراب اینه، این مقوله هایی مثل انباشت، رشد، نرخ رشد غیره، آیا اینها چیزهایی نیست که چپ باید فاصله بگیره از اینها به جای اینکه بیفته دام اینی که مثلا نرخ رشد در ایران کمه و ما باید بدویم یا بکوشیم این نرخ رشد پیش بره؟ این اصلا مقوله است که متناقض با همه بحث های مارکسیستی از سرمایه داری، همونطور که انباشت مقوله است که به درستی اشاره کردی، ولی انباشت مقوله است که در حقیقت در نظام سرمایه‌داری نقش تعیین کننده داره، ولی این نقش تعیین کننده بیشتر در قبال نظام سرمایه‌داریه. برای مارکسیست ها اینها باید مقوله های اجنبی برای بحث باشه و اصلا در خودش رو درگیر اینها نکنه. من این را از اینجا میگم که متاسفانه ما در موقعیتی قرار گرفتیم که فعالین چپ یا نیروهای چپ در قبال سرمایه‌داری ایران وارد این بحث ها میشن. فقط من از این نظر اینو مطرح کردم. همین، خیلی ممنون. دوستانی که میخوان وقت بگیرن، بحثی دارن، لطفاً دستتون رو بلند کنید. من دستی فعلا نمیبینم. ناصر پیشرو دستش بالاست. بفرمایید ناصر. سلام میگم، خسته نبود رفیق تراب، به همه دوستان حاضر در جلسه. و بحث خوبی بود، مقولات متعددی اینجا مطرح شد که هر کدومش فکر میکنم جای بحثای زیادی باشه حولش، از این نظریه فروپاشی که آره خب این دیدگاه بود دیگه، همین الان خودش خوش میشه میفته بدون اینکه حالا اینا از جنبه های دیگه بررسی شده، بحث شده راجبش که خب سرمایه‌داری که خوش نمیفته باید انداختش. خیلی بحث شده راجب این مسئله، یعنی در واقع این تئوری فروپاشی که یک دوره حاکم بود، متاسفانه هنوز بخشش تو چپ ما حاکمه، خیلی دیگه کهنه شده است. نکات دیگه رفیق مطرح کرد در مورد روش ماست تو سرمایه، همین روش منطقی و برداشت‌های مختلفش، از جمله اون طیف پیرو اونو تا دیالکتیسین های به اصطلاح سیستماتیک، بخشش اونایی بودن بخشش نبودن، و نظریه های دیگه مثل اسمیت و غیر و تالی. راجب این ها بحث شده تو سطح چپ ایران. من یادم 7-8 سال پیش رفیق اون حسن آزاد یک دوره بحث سر این گذاشت. ما تو شهر خودمونم حدودا 25-6 سال پیش یه سری بحثا بود در مورد به اصطلاح بازخوانی سرمایه، یعنی خانش سرمایه، و همین 3-4 سال پیش به اتفاق این رفقای نصر جوون از برلین یه بحث های حول مسئله به اصطلاح
خانش سرمایه داشتیم و همین بررسی روش منطقی مارکس، و همونطور که شما هم گفتین تو جلد اول کاملا روشنه دیگه، اصلا ما شیوه های تولیدی دیگه ای رو کنار سرمایه نمیبینیم، جامعه ای به این شکل وجود نداره، یعنی در هر صورت مارکس یه تجرید کرده داره بررسی. تو جلد اولش تولیده، تو جلد دومش گردشه، تو جلد سومش جفتش با همه، بعد مسئله به اصطلاح بازار جهانی و دولت و طبقات و اینا که دیگه عمر مارکس بهش قد. یه سری بحث ها شده ولی نتایجی که ازش گرفته میشه عمدتا باید به واسطه عوامل دیگه وارد عرصه سیاست و بررسی موضوعاتی که با جنبش های سیاسی ربط داره متصل بشه، همین جامعه خودمون رو مثلا بررسی بکنیم. من مثلا تئوری غارتی که شما از دوره انباش بررسی کردین و به درستی هم گفتین، حالا میایم وقتی تو سیمای جمهوری اسلامی ببینی، خب هستن دوستان دیگه نظریه غارت رو مطرح میکنن بدون اینکه توضیح بدن. آره غارت هم میشه، ولی چی غارت میشه؟ اون چیزی که مثلا تو جامعه ایران هست، صنعت نفتی که حالا توسط به اصطلاح کسایی که از طریق عوامل سیاسی و دولت سلطه دارن منافعش رو کسب میکنن، نمیدونم نهادهای مذهبی هستن، سپاه هست، هرچی که هست، اونجا یه مناسباتی هست، کارگرها دارن کار میکنه، این مناسبات مناسبات سرمایه‌داری، اون چیزی که تولید میشه سود سرمایه است، حالا به شیوه اومده به اصطلاح غارت هم درونش هست، بنابراین پیچیدگی خیلی زیاده. و به خاطر اینکه نزدیک بشین این مسئله، من با شما کاملا توافق دارم که ما باید یه بازبینی مجدد به همین مقولات داشته باشیم. یک نقطه رو من شما چون چندین بار این بحث مطرح کردیم، من متاسفانه خیلی کم تونستم بیام تو اتاق به دلیل اینکه این روز معین من جلسه دیگه ای دارم، هرچی هم دور زدم تنظیم نشده، حالا امیدوارم و بعد بشه، نتونستم بیام تو برنامهتون با توجه به علاقه که داشتم از طریق رفقا، همیشه این به اصطلاح چیزایی که ضبط میشده رو میگیرم. یک نکته ای که تو بحث رفیق تراب من متوجه نمیشم، این رابطه شیوه تولید آسایش با آسیایی با این شرایط استبدادی تو ایران، هم یه بعد تاریخی رفیق تو بحثش مطرح میکنه، بعد میاد به الان گسترش میده و اینا رو، اینو من متوجه نمیشم، امیدوارم حالا یه فرصتی باشه سرش بحث بشه، چون خیلی هم بحث شده که تو ایران مثلا سه تا شیوه تولیدی کنار هم بوده، از شبانی چادر نشینی بگیرین تا سیستم زمینداری متکی به اصطلاح اخذ مالیات یا خراج گذاری و پیشه‌وری، مثلا اینا رو اومدن. بهترینش هم که حالا فرمول بندی هم کرده تا انقلاب مشروطه، بیشترش نه، همین کتاب جان فرانه تحت عنوان مقاومت شکنند. شیوه تولید آسیایی با اون ابزارهایی که دولت داشته، آب صدایی که به اصطلاح دستگاهایی که ساخته بودن مینداختن روی به اصطلاح مراکزی که آب ازش حرکت میکرده مثل رودخونه و اینا دیگه، بعد از اون طریق وارد مزارع میشه میشده، یک به اصطلاح اشتراک هم حولش بوده که بیان از این آب به نسبت زمینشون به اصطلاح بهرهوری بکنن و غیره. آره تو دوران ساسانی یا پس از اونم توی بخش خراسان و اینا بوده، ولی بعدش شما همه حکومت ها رو نگاه بکنید اکثرا پایشون تو شبانی چادر نشینی. خب اینا مستبدن، شیبه های زمینداری هم مستبدانه انجام میشه، چرا فقط با شیبه تولید آسیایی شما استبداد و توضیح میخوای بریم؟ مثلا یه بعد تاریخی هم بهش بدیم بدون که شرایط مشخص جامعه خودمون رو بررسی. حالا این یه بحث دیگه است، ولی در مورد این مسئله که شما به درستی مطرح کردی در مورد این جهانی شدن و یا مثلا دوربندی های تاریخی سرمایه، یه خب یه بحث امپریالیسم هم شما اینجا مطرح کردی. ببین به این بحث امپریالیسم کاملا قبول دارم، سه چهار نکته تو بحث های لنین و بوخارین و هریفردین بوده، خب
اشتباس دیگه، همین که رقابت رو در مقابل انحصار قرار بدیم، این به نظر من اشتباس. یا به اصطلاح تحلیل های دیگه که الان بخوام تک تکش بررسی بکنیم وقت بچه ها گرفته میشه. و یه بود دیگه ای اونا در نظر می گرفتن، یعنی امپریالیسم صرفا حوزه روابط تولید و اقتصاد بررسیش نمی کرد، حوزه سیاست هم واردش می کرد که این انحصارات یه پیوند و به اصطلاح رابطه ارگانیکی با سرمایه با دولت خودیشون دارن و این نزاع این دولت ها به این مسئله میتونه هی دامن بزنه. این خب یعنی میگم از امپریالیسم از نظر سیاسی هم بررسی کن. خب اینجا حرفاشون درست بود، مثلا دیدیم اون جنگی که شروع شده بود، جنگ جهانی اول و اینا. ولی در مورد این حرکت، حالا با امپریالیسم زیاد نمیخوام بحث بکنم، الان هم بحث زیاد سرش با توجه به شرایطی که تو عرصه بین المللی به وجود اومده، چه درکی ما باید داشته باشیم از این تحولات بین المللی. میدونیم که همین الان مثلا حمله اسرائیل به غزه، وضعیت مردم فلسطین، مناسباتی که جمهوری اسلامی تو منطقه داره، بعد شرایط بین المللی، این ورش روسیه و چین، این ورش به اصطلاح غرب، جنگ اوکراین، همه اینا ما رو بحث میکنه که یک بررسی هم داشته باشیم از نظر سیاسی توی به اصطلاح حرکت سر. دقت کنید که این، حالا من برمیگردم به آخر، به آخر بحث شما، فقط برای که برداشت خودم و بحث شما بگم، ناچارم اشاره کنم به کتاب نگری دیگه. یادتون باشه اون کتاب امپراتوری که در اومده بود، اونم یه دیدی همین جوری داشت، یعنی تضاد رو تو این جامعه که تو شکل دولت ها میتونه بروز پیدا بکنه، یا تضاد خب سرمایه دو تا عنصر تضاد داره که تضادش با کارگراست، تضاد نیروی کار و سرمایه، که تضاد درونی خودش بر اساس رقابت به وجود میاد، بدون رقابت هم سرمایه نمیتونه بشه. اینا خب وقت شکل های سیاسی چی میشه؟ این بلوک بندی هایی که الان یک شکل گرفته، دعوا سر چیه؟ تناقضای زیادی داره. میدونیم از یه طرف این بعد جهانی تر شدن، چون سرمایه از اول هم جهانی میده، به مسئله اضافه شده. بعد دیگه الان اون دوران استعماری دیگه وجود نداره که مثلا دوره به اصطلاح اوجگیری دولت بریتانیا بود، اون دوره تقریبا سپری شدیم، به جز جاهایی مثل فلسطین یا بخشای کوچیکی از آفریقا ما نمیتونیم اونجوری پیداش بکنیم. همچین خیلی از انقلابات هم بر اساس این به وجود میاد. حالا ممکنه رنگ و لعاب سوسیالیسم هم بهش میخورد یا لهجهش سوسیالیستی میشه، اونا دیگه چی داره؟ چون سرمایه داری به قول شما اومده همه جا گسترش پیدا کرده این شیوه تولید و به اصطلاح با اون عواقب خودش. اون این مسئله به اصطلاح یه اونم یه دیدی داشت که انگاری شما وقتی گفتین سرمایه جهانی نمیدونم هنوز اونجوری شکل نگرفته، انگار یه دولتی هم باید شکل بگیره، شاید من برداشت اشتباه، منو یاد این دیدگاه نگری انداخت که فکر نمی کنم منطقی باشه چون خیلی بهش نقش. اما نکته که خودتون مطرح کردید، شما به درستی این روز هم نیست، اون موقع که همون نظرتون رو نوشتین در مورد به اصطلاح صنعتی شدن تو ایران، رو دو تا مسئله به درستی انگوش میذاشتین، یعنی این بودی که میاد تو کشورهای تو گیوم جهان سوم خود سرمایه رو داخل میکنه. البته شما اون موقع میگفتین بخش دوم و بخش یک، مثلا اون تولید وسایل تولید بود، این تولید وسایل مصرفی بود. تو یک دوره خب با منطق هم جور در میومد دیگه، و قول شما هیلمن رو میفروشن تحت عنوان پیکان به ایران و اون چیش. ولی خب مناسبات تو ایران تغییر میکنه، روابط تغییر میکنه، کارگر از زمین، نیروی کار از زمین کنده میشه، ناچاره بیاد تو شهر کار پیدا بکنه. و به درستی گفتیم از رفرم ارزی به بعد شیوه تولید سرمایه‌داری مسلط شد، در کنارش اشکال دیگه ای از شیوه های تولید گذشته مثل همه جوامع وجود داره، وجود داشته و الان هم داره، حالا هی شهرنشینی و صنعتی شدن و اینا دیگه بیشتر داره.
حالا نمیخوام جمهوری اسلامی رو بارش کنم چون باز یه پدیده عجیب غریبیه با روی ساختار دولت، یه حکومت آخوندی نشسته توش، دولت سرمایه‌داری، حکومت آخوندی، هی کشمکش پیدا میکنن، یه طرفش قانون قصاص، یه طرفش باید به اصطلاح قانون بورس بذاره یا چه میدونم خصوصی سازی بذاره، یه هر پدیده ای. این نکته که این جهانی شدن دیگه حتی این مسئله هم پشت سر گذاشت، یعنی که فقط به اصطلاح اون تولید وسایل مصرفی به کشورهای دیگه پیش، تمام دنیا میبینیم که اینجا، یعنی میبینیم ولی قدرت آمریکا یا کشور از طریق بازارهای بورسشون، قدرتی که تو عرصه بند با توجه به اصطلاح وضعیتی که توی نقش دلار تو عرصه بین المللی داشته، به ویژه دهه 70 به بعد، نوسانهایی که به وجود میاد، بازی هایی که میشه با نرخ های بهره، یعنی سرمایه های مالی تحرک خیلی خیلی بیشتری کرد. من میخوام بگم که این نکته که حالا اگه برداشت من اشتباه شما توضیح بدید، این که حالا به سمت شیوه تولید جهانی، من نمیدونم شیوه تولید جهانی مثلا چجوریه یا دولتش چجوریه، اینو اگه برداشت من غلطه بگین، یه جوری اون نگی رو تو ذهن من انعکاس داد. ولی این دوره آره همه مسائل که شما میگین، ولی ما میتونیم که اوری امپریالیسم داشته باشیم، میتونیم با بازنگری و نقد گذشته بیایم بررسی بکنیم این اوضاع بین المللی الان اینطوریه، حالا حرکت سرمایه رو بررسی بکنیم، شرایط هر جامعه رو بررسی بکنیم، اوضاعهای منطقه و بین المللی رو بسون، و بحثایی هم شده، ترجمه های خوبی هم داره میشه. خب مارکس ها تو این عرصه کم دارن و از همه مهمتر الان واقعا میتونیم بگیم توازن قوا به نفع طبقه کارگر، یکی از بزرگترین ایرادا همین، چه اشکالاتی به وجود اومده، چجوری باید پیش بره، یا مثلا همین فاشیزمی که تو کشور شما پیش اومد همین چند وقت پیش، راست افراطی حالا هر چیزی که میگن، یا تو آلمان نیم. اینا رو دیگه مثلا بر چه مبنایی میخوام توضیح بدیم، میشه مثلا زمان هیتلر توضیح داد، یا بعد همینو دید دیگه، چون اکثرا اعتراض دارن که بیکار شدیم، سرمایه ها رفته یه جای دیگه، کسایی که میتونن بسیج کنن، مثلا ترامپ اون مسئله اون بخش چی میگن کمربند زنگ زده رو اینطوری بسیج، اوه 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 رفقا ببخشید من خیلی صحبت کردم، همین سوالم همین بود، خیلی خوشحال شدم که بحث شما رو گوش کردم، امیدوارم فرصتی باشه که منم بتونم مدام تو جلسات شما شرکت کنم. خیلی ممنون. نیلوفر هم یه سوالی در تکست نوشته، من میخونم. ممنون رفیق تراب، بحثتون واقعا عالی بود. آیا این دوره های سرمایداری جهانی که شما برشمردین را میتوان تا حدودی مرتبط با انقلاب های صنعتی موجود دانست؟ شاید بهش گفت انقلاب های دوره های مختلف سرمایه داری. در هر صورت من اینو میگم. خیلی ممنون. منظورتون این بود که من جواب بدم دیگه، امیدوارم بی خودی میکروفون رو نگرفته باشم. درسته، نه درسته، بفرمایید. چند تا صحبت بود نکاتیش که یادم و فکر میکنم مهمه میگم، میدونم رفقا هم خسته شدن. یکی نکته مهمی بود که شما گفتید، همین ادامه دادید این بحث سر دوران سقوط و دوران انحطاط و دوران افول، اینا البته همشون تفاوت دارن با هم دیگه و هر کدوم هم جای بحث دارن، ولی خب به یه شکلی همشون با هم ترکیبن، یعنی به یه شکلی در واقع همشون برمیگرده به یه برداشتی از یه نوع آینده اتوماتیک به صورت از بین رفتن سرمایه داری، یعنی حتی اگر ما مداخله نکنیم، حتی اگر عنصر آگاه نیاد این رو آگاهانه سرنگون کنه، خود به خود خودش به شکل طبیعی از بین میره.
همین جوری که هر پدیده ای بالاخره یه شروع داره، یه وسط داره، یه پایان داره، اینم بالاخره پایان میره. خب بله، در یه برداشت کلی میشه یه حرف زد، عاقبت هر چیزی از بین میره، ولی آخه این که چیزی رو به ما نشون نمیده، یعنی نمیتونیم از این فوری نتیجه بگیریم که حالا کی، آیا 200 سال طول میکشه، آیا 300 سال طول میکشه، یعنی چه کمکی به ما میخواد بکنه این مفاهیم. این تئوری سقوط اتفاقا اوایل قرن بیستم این تئوری ها شروع میکنه تو سوسیال دموکراسی اروپایی، به خصوص آلمانی شکل گرفتن. اتفاقا برخلاف برداشت خیلی از رفقای به اصطلاح سوپر چپ بعدی، این تئوری های سقوط و افول و انحطاط رفرمیستان که اول میان مطرحش میکنن. در چه اتفاقا رفرمیزم آلمانی برای اینکه بگه انقلاب احتیاجی نیست، در واقع سقوط خود به خودی سرمایداری رو به یه شکلی تئوریزه میکنه، یعنی اینکه سرمایداری مطابق منطق خودش به یه جایی میرسه که دیگه نمیتونه ادامه بده. بعدها این تئوری خب یه سری از رفقای چپی ما هم برداشتن به خاطر که نشون بدن که پس انقلاب سوسیالیستی در دستور روزه و رفرمیستا انقلاب سوسیالیستی رو درک نمی کنن، چون به هر حال موقعی که به شرایط سقوط داری میرسی بعد یه کسی بندازت دیگه، خود به خود که نمیفته. باید یعنی منظور از دوران انحطاط، دوران افول فقط میتونه این باشه که شرایط برای انقلاب سوسیالیستی فراهم میشه، بنابراین ما اون هدف نهایی رو نباید فراموش کنیم. حالا که این قرار خودش بشه، ما به هر حال باید سازمان بدیم براش دیگه. یادمون باشه خود لنین اصلا برداشتش از این که چرا سوسیالیسم مارکسی علمیه اینه دیگه، میگه مارکسیزم اثبات کرده که انقلاب سوسیالیستی اجتناب ناپذیره، بنابراین پس ما باید برای انقلاب سوسیالیستی مبارزه کنیم. خب این اولا همچین چیزی مارکس هیچ جا نگفته، یعنی یه جایی بله به طور کلی صحبت که سرمایداری به آنجا میرسد که تضادهایش مثلا باعث میشود که دیگر نتواند ادامه بدهد، ولی یه حرفای کلیه. اینا بسیار چی میگن، یه نوع پیشبینی های دراز مدت تاریخی بر اساس تضادها، تناقضاتی که درون سرمایداری خود مارکس میبینه. منتها تئوریزه کردن این به عنوان یه تئوری سقوط واقعا کار استالینیستاست، یعنی دوره استالینیزم این اصلا به خصوص حتما یا رفقا آشنان انتونی گروسمن که به سایه مارکسیست اتفاقا برجسته ای هم بوده، اتفاقا کارهایی هم که کرده کارهای برجسته ای هم از نظر اقتصاد سیاسی، ولی اونه که اینو تئوریزه میکنه، اصلا یه کتاب داره سر این تئوری سقوط، بر اساس کاهش دائمی نرخ سود میاد به سال تئوریزه میکنه که چی میشه، یه جایی میرسه که سرمایه داری دیگه نمیتونه انباشت کنه بر اساس همین کاهش نرخ سود، و یه کتاب مفصل هم داره. اون موقعش هم خیلی به سال سر و صدا کرد به خاطری که در یه دوره منتشر شد که دقیقا بحران 1930، بحران بزرگ به صدا 1930 در حال وقوع بود، در چی یه دفعه اتفاقا خیلی همه براشون این کتاب مهم شد، چون در واقع این یکی از تنها کسایی بود که این تئوری بحران اون موقع رو میتونست توضیح بده دیگه، و این کتابش هم به این دلیل خیلی معروف شد. متاسفانه که از رفقای چپی ما، انقلابی ما هم هنوز همین تئوری رو فکر میکنن تئوری درستیه. درسته که اولا خود بحث کاهش نرخ سود کلی احتیاج به بحث داره، خیلی برداشتشون از این کاهش نرخ سود کاملا متفاوت با برداشت خود مارکس. ثانیا برداشت خود مارکس کامل نیست، چون اشاراتی کرده ولی همونجوری که این کتابش پروژه ناتمامه، اینم یکی از بخشایی است که ناتمامه، مثل تئوری بحرانش ناتمامه، اشاراتی کرده ولی میگم اینا اون مدل پرزنتیشن مارکسی که یه ایدایی که تو کلش از فازهای بعدی این پروژه کاپیتال تو همون قدمهای اولی هم مثالهایی میزنه، جملاتی بیان میکنه، اینا رو میگه، ولی هنوز آنچنان پخته شده و از نظر تئوریک پرورنده شده نیستن.
بنابراین نمیشه حتی از تئوری کاهش نرخ سود مارکس اینجوری که مثلا گروسمن استفاده کرده استفاده کرد. ولی به هر حال گفتم منم این اتفاقا خودش یکی از تئوریایی است که باید بشینیم سرش بحث مفصل تر بکنیم. منم اشاره کردم که این بحث دوران اتفاقا باید جواب به این نوع سوالات و به این نوع مسائل هم بده. ولی دوران افول، دوران انحطاط، خب آره اون باز یه جنبه دیگه ای داره که منم اونو اشاره کردم. مارکس به عنوان دوران انحطاط ازش صحبت نمیکنه، ولی خیلی ازش به عنوان دوران علائم دوران انحطاط صحبت میکنن. اونم اینه که سرمایهداری چجوری خودش به یه جایی میرسه که مجبور از مناسبات ما بعد سرمایهداری به شکل مسخ شده سوء استفاده کنه برای اینکه خودش رو نجات بده. مثلا مارکس در رابطه با انگلستان اون موقع و سیستم اعتباراتی که در انگلستان داره شکل میگیره، مثلا چی میگن، یه بحثی رو مطرح میکنه که اینو بارها جاهای دیگه هم تو صحبتاش گفته، هی مثلا توی حتی بین الملل اول چندین بار تو سخنرانیاش گفته، مثلا ما رو متهم میکنن به اینکه شما میخواید مالکیت خصوصی رو از بین ببرید، در صورتی که مالکیت خصوصی را خود سرمایهداری از بین برده. یعنی منظورش پیدایش این شرکت های مثلا سهامی عمومی دیگه. میگه این سیستم اعتباراتی شرایطی رو ایجاد کرده که سرمایه میتونه خودش اجتماعی بشه، اجتماعی به معنی مسخ شدهش، یعنی سرمایه های کوچیک جلب سرمایه های بزرگ بشن در این شرکت های سهامی. این شرکت های سهامی دیگه نمیتونید بگیم مالکش این سرمایه داره یا اون سرمایه، یه ده سهام دارن، هر کم یه مقدار سهمی داره. خیلی هم مثلا تو اغلب اینا امروزه به خصوص نگاه کنی اینجوری، حتی به جز تک و توکی از اینا هنوز نمیتونی بگی مثلا یه عده سهم بزرگ، نه حتی یه گروه از سرمایه دارا نقش حاکم رو نداره در اغلب این شرکت های بزرگ سهامداری عمومی. میگه همین شکلگیری سرمایه داری عمومی نشون میده که سرمایه داری به یه مرحله ای رسیده که سرمایه داری خصوصی کاپیتالیستی دیگه قد نمیده به این نیروی مولده، باید سرمایه رو اجتماعی کنه، سرمایه رو عمومی کنه، سرمایه رو به این شکل سهامی کنه. یا پدیده دیگه ای که همدوره با این شکل میگیره، دیگه خود سرمایه دارا نمیان واحد سرمایه داری رو بچرخونن، مدیرا، این لایه تکنوکرار منجمنت سرمایه داری که شکل میگه امروزه هیچ جایی، باز تک و توک هنوز اینطوری هست، ولی اغلب شرکت های بزرگ سرمایه داری که شما ببینید سرمایه دار داره اونجا رو نمیچرخونه، مدیرا دارن میچرخونن، سرمایه دارا میاد سهم سودش رو میگیره و الا خودش اون وسط وای نستده که کارخونه رو بچرخونه. مدیرای به اصطلاح مستقل از سهامدارا باید بیان این صنایع رو بچرخونن. همین جدا شدن مدیریت از مالکیت خودش یه پدیده ما بعد سرمایه داری دیگه، در جامعه ای که تولید بر اساس برنامه ریزیه باید اینطوری بشه که به اصطلاح یه عده دانشمند بیان در واقع این صنایع رو بچرخونن، یعنی نه اینکه چون من مالک خصوصی هستم بتونم اینو بچرخونم. به این پدیده ها که مارکس هم اشاره کرده به عنوان این اشاره میکنه که خود سرمایه داری اگر سرنگونش نکنی تناقضاتش رو خودش بعد از هر بحرانی به شکل خودش حل میکنه، یعنی بالاخره یه راه حلی برای حل این تناقضات پیدا میکنه، نه اینکه از بین میبره تناقضات رو به یه شکل دیگه، یه حالا دوره بعد دوباره میاره بروز میده، ولی یه راه حلی برای این تناقضات پیدا میکنه. این به معنی دوران افول، دوران انحطاط، دوران سقوط هنوز نیست به نظر من. این صرفا نشون میده که تضادهای سرمایهداری بعد از هر دوره بحرانی توسط خود سرمایهداری حل میشن به یه شکلی. این شیوه حل شدن موقعی که به اینجا میرسه که سرمایهداری مجبوره
از نظام برنامه ریزی استفاده کنه، از اقتصاد با برنامه استفاده کنه، از مالکیت اجتماعی استفاده کنه برای اینکه خودش رو نجات بده، نشون میده که چقدر تضاداش به جاهای به اصطلاح خطرناک رسیده، نه اینکه الزاماً فردا سقوط خواهد کرد یا دیگه منحط شده. دقیقا مارکس اینو به این دلیل به کار میبره که میگه یعنی راه نجات برای خودش پیدا میکنه، نمیتونه راه نجات همون راه افول باشه، افول که راه نجات نشد که، یعنی با این کار رشد میکنه نه اینکه افول میکنه. بنابراین به نظر من، خود منم این استفاده رو از این کنسپت مارکس میکردم، ولی الان ملتفت شدم که این صحیح نیست. یعنی نمیتونی اینا رو به عنوان علائم افول به کار ببری یا علائم انحطاط به کار ببری. اینا نشون میدن تضادهاش سرمایه‌داری چجوری حل میکنه، میتونه اشکال دیگه هم حل کنه و همینجوری هم هر دوره با اشکال جدیدی حل میکنه. به همین خاطر به نظر من باز اینم یه بحثی گفتم بعد مفصلا اینجا بحث بشه، امیدوارم رفقای دیگه هم بیان که این بحث رو بتونیم بکنیم، نکنیم خب یه بحث ویژه میذاریم سر تئوری سقوط. به نظرم همین بررسی خود کتاب گروسمن به نظر من خیلی بحث میتونه جالبی باشه از این زاویه، چون یکی از کتابهایی است که مجموعه این بحثا رو در واقع تئوریزه کرد و فرموله کرد و اقتصاددان به هر حال میگم هرچند یه دوره با استالینیسم همکاری کرده، ولی به هر حال به صرف این نمیشه گفت مثلا حرفاش هم نادرسته. خیلی از بسیار حرفایی که تو همین کتابش زده اتفاقا حرفای جالبیه، قابل خوندنه، ازش هم میشه استفاده کرد، ولی این تئوری سقوطش خب غلطه دیگه. میگم نشونی به اون نشونی که 120 سال از این کتاب میگذره، دنیا نه تنها سرمایه‌داری نه تنها سقوط کرده، بزرگترین رشد تاریخیشو کرده. خب این تناقض دیگه، آدم یه تئوری سقوط بده بعد بگه سرمایه‌داری بزرگترین رشد کرده، یا بگیم سرمایه‌داری در حال افوله ولی بزرگترین رشدشو کرده. خب این چه نوع افولیه؟ یعنی خود کنسپت افول رو داریم بی‌معنا می‌کنیم دیگه. موقعی که میگیم انحطاط افول، بالاخره یه معنایی داره دیگه، بگیم ولی افوله ولی خیلی هم بهتر داره رشد میکنه، خب این نشون میده کنسپت افولمون اشکال داره دیگه. بنابراین من میگم اینا خودش مبحث جداگانه است که حتما باید بحث. البته نکات دیگه هم رفیق یاسمن گفتین که حالا شاید اونا رو یه فرصت دیگه ای بحث کنیم. رفیقمون ناصر، اولا من بگم من نگفتم الان در ایران ما وجه تولید آسیایی داریم، گفتیم دولت آسیایی رو به صدا، یعنی همون دولت وجه تولید آسیایی که بعد از بین میرفت دیگه، تاریخ فروشش گذشته دیگه، ما وارد دورانی شدیم که خود دوره صفویه وجه تولید آسیایی از هم پاشید دیگه. وجه تولید آسیایی نقدن به تناقضات و تضاداش رسیده بود با رشد تجارت جهانی و از هم پاشید این وجه تولید آسیایی، ولی با آمدن سرمایداری، با انتگره شدن ایران در چارچوب سرمایداری، میخواستم این تناقض رو نشون بدم که چجوری دولت ما، همون دولت ضعیف شده یا آسیایی که ما در دولت قاجار میبینیم که شروع کرده اموال دولتی رو فروختن، انحصارات دولتی رو فروختن، زمینای وقفی رو به آخوندا دادن، یه راه درآمدش فروختن، این همین خصوصی سازی که امروزه در نئولیبرالیسم انقدر مد شده، دولت قاجار بسیار زودتر از همه به عقلش رسیده بود، تمام منابع دولتی رو خصوصی سازی کرد، از این طریق درآمد. ناصرالدین شاه میخواست سفر بره اروپا، پولش رو اینجوری در می آورد، از طریق امتیاز مثلا گمرکات رو به بلژیک دادن، 20 میلیون مثلا میگرفت اون موقع از مثلا بلژیک، اون رو خرج سفرش به پاریس میکرد. یعنی دولت قاجار معرف یه دوره است که دولت آسیایی از هم پاشیده، مناسبات کالایی داره رشد میکنه. خب این رشد، این رشد مناسبات کالایی از دوره قاجار که ما نگاه کنیم بیاریم تا برسونیم به جمهوری اسلامی، از فاز رضا شاه و محمد رضا شاه هم گذشته، بعد رسیده به دوره به صلاح آخوندی، هی به تدریج به تدریج شکل دولت،
شکل دولت آسیایی تر شده تا سرمایه داری تر. یعنی میخوام دقیقا این ترکیب ناموزون و مرکب رو توضیح بدم، که یعنی خود سرمایه داری، خود رشد سرمایه داری که باید از طریق دولت و از بالا صورت بگیره، در این شکل رشد سرمایه داری جهانی باعث میشه که اشکال عقب افتاده تقویت بشن. اشکال عقب افتاده در ایران ما چیه؟ استبداد آسیایی. شما در هند الان ببین، یواش یواش ببین، بزرگترین رشد سرمایداری هند تو همین دوره به صلاح ناسیونالیزم هندیزمه که غلبه کرد، مودی دیگه، در این دوره که مودی اومده الان عملا سرمایداری هند از نظر جی دی پی که نگاه کنی، از نظر مقدار کلی که نگاه کنی، داره سومین اقتصاد، یعنی بعد از آمریکا و چین الان هندوستانه، یعنی نقدن داره به زودی شاید از چین هم جلو بزنه از نظر عددی که حساب بکنی. در نظر بگیر البته هنوز کشور فقیرتره، چون جمعیتش خیلی الان از چین هم جلو زده دیگه، خیلی بزرگتره، ولی از نظر مقدار مطلق به اصطلاح جی دی پی که حساب کنی الان سومین اقتصاد دنیا شده، ولی دولتش داره استبدادی تر و استبدادی تر میشه. یعنی شکل آسیایی حکومتی تقویت شده در ایران. دور صفوی از هم پاشید، دولت قاجار دولت آسیایی دیگه نیست، از هم پاشیده نقدن این بچه تولید. ولی همین ادغام تدریجیش در سرمایه داری، اول یه دولت نظامی ارتشی میاره، دولت رضاشاه، دوم یه دولت بسیار سرمایه داری میاره که حالا سرمایه داری رو داره به شکل تیولداری اداره میکنه، سوم بسیار حکومت اسلامی میاد که اصلا میگه اسلام اصلا مالک همه چیه، اصلا به مردم این چیزا تعلق نداره، به خدا اینا تعلق داره، ما هم نماینده خداییم، پس مال ما همه چی. یعنی یه همچین شکل ها چجوری، یعنی برای این اساس حالا تو نمیتونی بیای بگی پس این که سرمایداری نشد، نه اتفاقا این سرمایداری یعنی دقیقا این، در این شرایط سرمایداری جهانی این شکل منطقی است که در ایران میتونست پیدا کنه و پیدا کرده، یعنی یه نوع بازگشت به عقب، یعنی بازگشت به شکل استبداد آسیایی. بنابراین منظورم وجه تولید نبود. این کنسپت وجه تولید های متفاوت هم من زیاد موافقش نیستم، چون وجه تولید بنا به تعریف 6 تا 7 تا که نداری، که وجه تولید منظور مناسبات تولیدی هم دیگه، مناسبات تولیدی بالاخره در هر جامعه یه چیز غالبه دیگه، مثلا اون فوران هم که اومده 6 تا 7 تا مثلا بچه تولید کنار هم گذاشته، در واقع عاقبت باید توضیح بده کدوم غالبن دیگه، نه اینکه ما هم ایلی داریم هم تولید کالایی ساده داریم هم دولتی داریم هم ایگرک داریم، کدومش غالبه. اونجایی که میخواد غالبیش رو توضیح بده مجبور دقیقا بدون اینکه کنسپت وجه تولید آسیایی رو قبول داشته باشه دقیقا بیاد میگه دست دولت دیگه، قدرت اصلی هنوز دست دولته، مالک اصلی هنوز دولته، زمینا عمده زمینا هنوز مال دولته، مال مالکیت خصوصی نیست. یعنی یه شکلی همیشه غالبه، یعنی این پدیده ما وجه تولیدهای کنار هم دیگه داریم، اینم باز یکی از اون تئوریهای استالینیستی که موقعی را میفته و هنوزم که هنوز ادامه داره به اشکال مختلف. نه، مسئله دولته که اینجا مهمه، نه اینکه این اشکال مختلف تولیدی چیه. اینجوری بخوایم نگاه کنیم، خب آرژانتین که لاتیفوندیست بودن، فئودالیسم بود، چه جوری اصلا می جنبش مثلا تو آمریکای لاتین یکی از قوی ترین جاها جنبش کارگری همیشه جنبش آرژانتین بوده دیگه، چطوری این دوتا رو با هم میتونید توضیح بدید؟ یه دولت فودالی مثلا لاتیفوندیستی بزرگترین صادر کننده گوشت در دنیا، دارم 100 سال پیش تازه میگم، حالا البته خیلی تغییر کرد، دوره بعد جنگ جهانی دوم عین همه جای دنیا وجه تولید سرمایه‌داری تو همه این کشورها غالب شده، ولی تو اون دوره اولیه
این شکل فئودالی رو چجوری تو میخوای توضیح بدی؟ خیلی ما نه این پس سرمایه‌داری نیست. نه، این شکل سرمایه‌داری منطقی فعلی فقط میتونه این باشه، چجوری دیگه ای نمیتونه باشه. یعنی من از این زاویه میخواستم توضیح بدم که چون این گسترش سرمایه‌داری در جهان، این ادغام کشورها در سرمایه‌داری جهانی یه پروسه است که باید از طریق رابطه دولت با دولت انجام بشه. سرمایدار نمیتونه خودش را بیفته بره، سرمایدار باید دولت خودش رو پشت سرش داشته باشه، دولت خودش هم باید رضایت دولت اونور رو یا جلب کنه یا بره آدمای خودش رو بذاره تو اون دولت. در نتیجه رابطه دولت هاست که مهمه. همین پدیده هم که بر خیلی از رفقا شده معما، چرا با جهانی شدن دولت ها، دولت ملت ها از بین نرفتن؟ داریم رفقایی توی چپ خودمون که میگن بله تضاد عمده بین نیشن استیت هاست و گلوبالایزیشن و این به تدریج از بین خواهد رفت، این تضاد بین دولت ملت ها. دولت ملت ها مال دوران گذشتن، در صورتی که نه، دولت ملت ها همین جهانی شدن از پس کله این پشت سر این دولت ملت ها که صورت نگرفته. دولت ملت ها اومدن این گلوبالایزیشن رو اجرا گذاشتن، دولت آمریکا به خصوص عمدتا، تمام این نهادها و مؤسسات، قدرت های به اصطلاح نامرئی که در سطح جهانی به اصطلاح حافظ این گلوبالایزیشن هستن و آمریکا ایجاد کرده، بانک ها، مؤسسات، مقررات، قوانینی که آیلو، نه همه اینا رو که نگاه کنی بدون هژمونی آمریکا این شکلی نمیشد، بدون مداخله آمریکا این شکلی نمیشد. بنابراین قوانینی که حاکمه بر این اقتصاد جهانی رو خود دوباره دولت ملت ها تعیین کردن و حامیشن. دولت بین المللی که نداریم، باید بخشایی از این دولت ملت ها بشن ارگانهای این دولت بین المللی. اینا هم که نمیتونن بیان با هم بگن ما شدیم دولت بین المللی. هنوز حتی خود بورژوازیش همچین چیزی رو نمیپذیره. شما مثلا به بورژوازی انگلی، به حتی تو اروپاش یه بحران اپیدمی کووید که شکل گرفت، یا بدیم تمام به این بازار مشترک هم کشکه، یه دفعه هر کسی واکسن ها رو برای خودش میخواست و اینکه ما قوانین مشترک داریم، نه همه چی همه با هم، یه دفعه سر اینجا که رسید همه به صلاح مستقل شدن، هیچکی حتی واکسنش به اون یکی نمیداد. انگلستان و فرانسه داشتن همدیگر میبردن دادگاه سر اینکه واکسن های استرازنیکا رو چرا به ما 50 میلیون مثلا قول داده بودی نفرستادی 50. یعنی به یه همچین دعوا مرافعی کشید سر یه ماجرای ساده واکسن. در نتیجه نشون میده دیگه که این دولت جهانی در چارچوب بورژوازی نمیتونه شکل بگیره. این تناقضات رو ما داریم. بنابراین بحث من هم اینه که دولت جهانی شکل گرفته، هنوزم این جهان سرمایه‌داری اگر به سرکردگی آمریکا نباشه نظمی نداره. یعنی نظمش رو باید ضامنش آمریکا و اسلحه آمریکایی باشه. این تناقض هم گفتم به این صورت خودش رو حل کرده که داخل دولت ملت ها شکاف افتاده. دولت انگلیس، دولت انگلیس الان شما دولت انگلیس رو نگاه کنین، یه سری کمیته هایی هست، اینجا ما بهشون میگیم کوانگوز، کمیته هایی هستن که اصلا انتخاب نشدن، اصلا اغلب اصلا نحوه تشکیلشون هم انقدر پیچیده، یعنی هیچکی، خیلی اسرارآمیزه، مثلا چجوری یه کسی میرن تو این کمیته فلان. کمیته هایی شده که عملا همه چی رو رگولیشن ها همه دست ایناست. مثلا صنایع نمیدونم تلکامیونیکیشن یه کوانگو دارن که رگولیشن هاشون رو نظارت میکنه، نمیدونم آب و برق یه کوانگو دارن که نظارت میکنه به چیزای اینا. یعنی الان خارج از دولت یه سری از این کوانگو ها دارن اقتصاد سرمایه‌داری رو میچرخونن. این اقتصاد سرمایه اصلا من و شما نه میدونیم اصلا کیان، نه اصلا میشنویم همچین بادی هست، مثلا regulating body for telecommunication industry دیروز مثلا فلان حرف رو زد. یعنی کی اینا رو گذاشته
همش خیلی میستیریاسه، خیلی اسرارآمیزه، خیلی مثلا بوروکراتیک و پشت پرده و مثلا اینجوری داره صورت میگیره، عوض میشن، اصلا هیچکی خبر نمیدن. یعنی کاملا یه بخشی از دولت به صورت این کوانگوهایی که به هیچکی پاسخ نمیدن، مسئول به الکترال نیستن، به کسایی که انتخاب کردن نیستن، اصلا ربطی به سیستم انتخاباتی ندارن. و خب اینا دارن چیکار میکنن؟ اینا دارن رگولیشن های اقتصاد جهانی رو تنظیم میکنن دیگه. اینا پاسخگوان به اون نظم جهانی، نظم تو گیومه، نظمی که بر اساس این دولت ملت ها در واقع باید حاکمیت به شکل بگیره. در نشه یه بخشی از این دولت ها روش به گلوبلایزیشن، یه بخشی از این دولت رو باید پاسخ مردم رو بده دیگه. یعنی هنوز باید پاسخ مردم هم بده دیگه، باید یه جوری تحت تاثیر پابلیک اپینیون و انتخابات و اینا هم هستی دیگه. خب تناقض الان افتاده بین اینا دیگه، بخصوص بخش عقب افتاده که سرش کلا رفته، کارگر سفید پوست دیگه آمریکایی که تا حالا ارباب بود و این سیاه ها رو خودش مثلا راه نمیداد توی مثلا کار خوده، حالا مثلا کارگر مکزیکی اومده کار اونو با یک سوم قیمت میکنه، اینم بیکار شده. در نتیجه خب یه دفعه ضد گلوبلایزیشن شده. بخشهایی از سرمایه داری، مثلا بخشهای سوخت، انرژی، نمیدونم کالاهای مصرفی، این تیپ بخشهای عقب افتاده تر سرمایه داری آمریکا همه ضد گلوبلایزیشن شدن. و تو این موجای بحرانهای سرمایه داری را میفته، این جمع یه آلت دست خوبیه برای نیروهای دست راستی. توی آلمان اینو میبینی، تو فرانسه اینو میبینی، تو انگلستان اینو میبینی، تو آمریکا، تو تمام این کشورهایی که قهرمانهای اصلی این گلوبلایزیشن بودن تو دوره قبلی، الان داریم پدیده رو میبینی. و این پدیده پدیده جدیه، یعنی یه شکافی، یعنی برخلاف تصور این دوستان، تضاد بین دولت ملت ها و گلوبلایزیشن نیست، تضاد داخل دولت ملت هاست به خاطر این گلوبلایزیشن. اینو که ما باید بررسی کنیم. من منظورم این بود رفیق ناصر. البته باز شما هم نکات دیگه ای گفتین، ولی واقعا امیدوارم تو فرصت های بعدی بتونیم بهش بپردازیم. در رابطه با رفیقمون حسن آزادم که گفتیم، منم 100% قبول دارم. اتفاقا اشاره که اول صحبت هم کردم، یه سری رفقا هستن که کار کردن سر این قضايا، و این رفقا خوبه که بیان و این بحث رو با هم دامن بزنیم. یعنی عاقبت این چپ ما باید بشینه این جنبندی ها رو بکنه دیگه، باید بیایم با من امو اوائلم که این فورم رو راه انداختیم، از رفیقمون حسن آزاد دعوت کردم، دقیقا به همین دلیل که بیاد سر این مسائلی که کار کرده اینجا هم صحبت کنه، که بتونیم تو این گفتگو به صلاح چی میگن محتوا رو غنیتر کنیم دیگه. متاسفانه خود شما میدونید رفیق بود حسن آزاد که ایمیلی که باش نمیشه ارتباط گرفت، تلفنی هم که من چندی از خود شما تلفنش را یادتون باشه تلفنشون رو گرفتم که باهاشون صحبت کنم، ایشان بودم بعد من به زنگ میزنم، بعد زنگی هم نزنم. خلاص شما اگه اونجا میبینینشون لطفا حتما این پیغام منو بهشون بدین، بابا ما میخواستیم شما رو دعوت کنیم بیاین اینجا سر دقیقا همین کارهایی که کردین، همین مهمترینش برای همین کارها رفیقمون حسن آزادی که از پر زحمت ترین به صلاح متفکرهای چپ ما بوده، که این همه سال قبل از اینکه این جور ترجمه این چیزا تو ایران ما بساز مد بشه، رفیقمون حسن آزاد داشت این کارها رو ترجمه میکرد. و واقعا ببینید تو این چندین ساله چقدر کار کرده این رفیق، در یکی از کسایی است که به هر حال صاحب نظر دیگه. خب خیلی خوبه که پاش بیاد و اینجا و به حساب چی میگن این نظرات رو اینجا هم باز کنه دیگه، یه جنبندی خودش رو بگه. میگم این بحث بحثی نیست که من بتونم از عهدش بر بیام، دیدین همین من فقط میخوام چارچوب روش رو توضیح بدم، خودش یه بحثی است که 10 جلسه طول داره. یعنی انقدر نکات تو اینا همینجوری نمیشه، من هم جمعبندی فعلی فهم خودم رو فقط اینجا گفتم برای اینکه بگم چجوری باید سر این قضیه بحث بکنیم.
از چه زوایایی باید سر این قضیه بحث کنیم که رفقای دیگه هم تشویقشان بیان دیگه، در چه امیدوارم هم خود شما هم رفیق حسن آزاد هم من جمله رفقای دیگه ای که حالا اسم نمیبرم که تو این حوزه کار کردن بیان و شرکت کنن و درگیر بشین در این بحثی. به هر حال امیدوارم که این دفعه تو این دوره 4 ماه بعدی، ما الان 2 تا 4 ماه برنامه ما برنامه هامون رو 4 ماه 4 ماه میشینیم تنظیم میکنیم، 2 تا 4 ماه رو تموم کردیم دیگه، تو این 4 ماه سوم چی میگن من دیگه نمیدونم چی با گروه شما بذارم، با این رفیدت بالا غیرتن از طرف ما این بسیار مسئولیت رو بپذیرین، این رفیق حسن رو وادار کنین که تشویق کنین، حالا وادار لغت خوبی نیست، تشویق کنین که تشریف بیارن اینجا. در رابطه با بحث امپریالیزم شما هم دقیقا، نه من اصلا بحث امپریالیزم رفتیم بحث دیگری و این تیم به صلاح بحث ها که مد شده که تو گویی اصلا یه چیزی داریم که می اصلا نه امپراتوریه نه امپایره، می یه چیزیست که در می حالت میستیک ما یه دولت جهانی داریم، یه امپایری داریم که امپایر جهانی سرمایه است و خلاصه دنیا اینجوری شد و می به نظر من یه مقدار بحثایی است که خودش هم اون موقعی که مطرح کرد چی میگن آنچنان نتونست دفاع ازش بکنه دیگه، بعد 2-3 تا بحث اصلا خودش هم خیلی از این بحثا رو کنار گذاشته دیگه، این بحثایی که در واقع ما یه وارد فاز جدیدی شدیم و اینا درست فازه، ولی درست برداشتشون از این فاز جدید درست نیست دیگه، میگم همین مفهوم ساده که ما از جنگ جهانی دوم وارد یه همچین مرحله انقلاب تکنولوژیک مداوم شدیم و دوره فعلی رو بدون این اصلا نمیشه فهمید، نمیشه توضیح داد، حالا خود این اصلا یه مبحثی است که من میخوام خودم جداگانه بیام بحثش رو بکنم، این مرحله انقلاب تکنولوژیک مداوم، مرحله فعلی که درش زندگی میکنیم، فازی که درش زندگی میکنیم با این تعریف میشه به نظرم، این خودش یه بحث 2-3 تا بحث مفصل جداگانه لازم داره، من کلیاتشو گفتم، ولی اصلا همچین چیزی رو قبول نداره، یعنی اصلا همچین کنسپتی نداره، یعنی به نظر من واقعیتش اینه که خیلی از این رفقا اصلا کاپیتال رو درست نفهمیدن دیگه، به این حرفایی که مثلا میزنه سر تئوری ارزش و کار فکری، حالا می اصلا خودش مثلا نشستی تو خونه جلو کامپیوتر داری کار ارزشمند تولید میکنی، سرمایه داری هم داره ازش استفاده میکنی، بدونی به تو بده مثلا پولی بده، یه حرفایی زدن، یه نکاتی رو سطحی از این دوران جدید و این انقلاب تکنولوژیک جدید دیدن و نتونستن فرمولش کنن تو چارچوب کتگوری های مارکسیستی، تو چارچوب نقد اقتصاد سیاسی مارکسیستی، به نظر من اشکال زیاد داره اون برام، با اینکه خیلی نکاتی رو دیدن که این مارکسیستای به صلاح سنتی ما، مارکسیستای جهانبینی ماتریالیزم دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی، مارکسیزم بین الملل دوم ندیده، بله رفیق رفقا نگری و هارت این جنبه رو خوب دیدن، ولی هنوز چیز کاملی نیست، میگم خود اون کتاب حالا یه جای بحث مفصل داره، من اعتقادی به این چیزا ندارم، گفتم هم تو صحبتم اساسا دلیل، ببین تئوری امپریالیسم لنین به نظرم تئوری امپریالیسم اسمشو نمیشه گذاشت، اصلا تئوری امپریالیسم نیست، تئوری جنگ جهانی دو اوله، لنین میخواد جنگ جهانی اول رو توضیح بده، توضیحش هم توی اندازه درسته، کامل هم نیست این توضیح، حتی این توضیح سر جنگ جهانی دوم به نظر من، چون همونجا مثلا خود لنین تو همون جزوه مثلا امپریالیزمش فقط صحبت از اولیگارشی های مالی ملی نمیکنه، چون امپریالیزمش کنسپت اینه دیگه، جنگ بین اولیگارشی های مالی ملی با همدیگه سر تقسیم دنیا، درسته که همون موقعش اولیگارشی های مالی بین المللی هم شکل گرفتن، خود لنین تو همون جزوهش اونجا که داره جمعبندی میکنه امپریالیزم 5 تا نکته رو میاره، اون پایینش میگه در ضمن
اولیگارشی های بین المللی مالی هم وجود دارن. خب پس اینا چی شده؟ اینا اصلا تو تمام این جزویش اشاره به اینا نکرده، یه دفعه اونجا اینا هم همینجوری گفته و رفته. یعنی خودش قبول داره اولیگارشی های مالی بین المللی هم نقدن شکل گرفتن. همطور که میبینیم جنگ جهانی اول که بین کشورها نیست، بین دو تا بلوکه. چجوری بین دو تا بلوک میشه؟ نشون میده سرمایه نقدان در هم ادغام شده یه جاهای دیگه. سرمایه بین المللی صرفا سرمایه آمریکایی نیست که رفته تو بین الملل، بلکه سرمایه آمریکایی با سرمایه داری انگلیسی هم مخلوط شده یه جاهایی، سرمایه داری آلمانی که با سرمایه داری فرض کن اتریشی هم قاطی شده یه جای دیگه. یعنی این انتگریشن های سرمایه در سطحی که اولیگارشی های مالی بین المللی ایجاد کنن نقدن اون موقع وجود داره. در این نمیتونه دیگه تئوری دوران باشه که اگه نتونی این پدیده رو توضیح بدی. امپریالیزم لنین توضیح جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول به این دلیله که اولیگارشی های اینم توضیحش تازه از لنین نمیاد، از چانسون اقتصاددان انگلیسی میاد. خود اصطلاح امپریالیزم هم از اون میاد. اینجا هم اتفاقا اون به عنوان یه سیاست این رو مطرح میکنه در مقابل سیاست جنگجویانه ای که اون موقع بورژوازی انگلیس تو پارلمان انگلیس میداد که باید بریم هندوستان فله کنیم والا سرمایه ما اینجوری میشه، باید بریم نمیدونم مثلا شمال آفریقا بهمانکار رو بکنیم. برای اینکه میگه این جنگجویی برای بسیار سرمایه گذاری در خارج یه سیاست احمقانه است، چون ما الان شرکت های مونوپولی، شرکت های بزرگ برای اینکه مونوپولی هاشون رو حفظ کنن سودا رو سرمایه گذاری نمی کنن. ما سرمایه اضافه داریم، این سرمایه اضافه رو میخوان صادر کنن، صادر هم بکنن به کشورهای عقب افتاده. کشورهای عقب افتاده باید ارتش هم باش بفرستن که حفاظت کنه دیگه. میگه به جای این سیاست شما بیاین سیاست مخارج عمومی، اینی که ما دیدی خیلی از این سوسیالیست ها میگن دیگه پابلیک ورکس، مثلا اگر رکوده بیاین مخارج عمومی کنیم، جاده بسازیم، پل بزنیم، دانشگاه بسازیم، مدرسه بسازیم، خدمات عمومی. خود این یه رشد اقتصادی رو باعث میشه. اونم میاد همین طرح میده تو پارلمان. یعنی اون میاد میگه این یه سیاسته. اتفاقا یه نکته ای که لنین دائما تاکید میکنه روش و به نظر من غلطه، از یه لحاظ درست ها، میگه این سیاست نیست، این یه مرحله اجتناب ناپذیری از سرمایهداری که باید به این شکل بیان بشه. از این لحاظ درست میگه، یعنی سرمایهداری به جایی رسیده که نرخ سود اضافه بر نرخ متوسط سود در صدور سرمایه است برای تولید مواد خام. دانش خب این حرکت رو هم پشت سرش میاد دیگه، ولی این باز مال اون مرحله خاصه، ربطی به این که این امپریالیزمه نداره. چون امپریالیزم اگر به معنی تجاوزگریه، اگر به معنی توسعه طلبیه، از انباشت اولیه وجود داشت، از دوران مرکانتیلیزم وجود داشته. استعمار مگه کیشه که استعمار تو دوره مرکانتیلیزم شکل میگیره دیگه، که اینا میرن کشورها رو مستعمره میکنن. یعنی راه های انباشت غیر اقتصادی از طریق زور اصلا انباشت اولیه بدون این نمیتونه صورت بگیره. در چه نمیتونی اگر منظور به اصطلاح تجاوزگری و توسعه طلبیه، که خب این اصلا باز انباشت سرمایه عجین شده، همونجوری که مارکس میگه از تمام بندهای سرمایهداری خون داره میچکه. یعنی بخوای تاریخچه سرمایه‌داری رو نگاه کنی، بدون جنگ طلبی، بدون توسعه طلبی، بدون غارت، بدون این اصلا نمیتونه شکل بگیره. یعنی از پیدایشش اینطوری بوده. انباشت اساسا جنگ میاره همیشه. یعنی خود امر انباشت هم داخل هر کشور هم در سطح بین الملل. بنابراین اگه میخوای از اون زاویه دانشید معنی نداره که یه مرحله خاصی هست. بله جنگ جهانی اول به خاطر مرحله خاصی از رشد سرمایه داری،
ولی این رو نمیتونی تبدیل کنی به تئوری عمومی امپریالیستی، همینطوری که امروزه میبینی تئوریش خب چرا اصلا هیچی رو توضیح نمیده دیگه. به همین دلیل هم همه گیجن دیگه، آیا چین امپریالیستی است یا نیست، آیا روسیه، همه بحثا برمیگرده ببین تعریف کنیم آیا مثلا انحصارات در چه مرحله ای، یعنی آیا این سرمایه صادر میکند یا نمیکند، اون 5 تا شرطی که مثلا لنین آورده ببینیم به این صدق میکنه یا نه، که اصلا بنیاد این بحث به نظر من غلطه. اون موقع یه جواب درستی داده، جوابی بوده علیه گرایش های سوسیال دموکراتیک که میخواستن در جنگ بین این کشورها شرکت کنن، از بورژوازی کشور خودشون دفاع کنن، در مقابلش این انقلاب سوسیالیستی رو میذاره، حالا میاد این رو تئوریزه میکنه توی تئوری انحطاط، تئوری که سرمایه‌داری به دوران افولش رسیده. دوران افولش هم چجوری تعریف میکنه؟ چون سرمایه‌داری دیگه بیمصرف شده، سرمایه‌دارا دیگه فقط شدن کپون سنجاق کن، اینا سهامدار شدن، چون سرمایه‌داری خصوصی گفتیم آرندی از بین رفته، این شرکت‌های سهامی دیگه اینجوری سرمایه‌دار خصوصی اونجا نیست، سهامداران و مدیریت که داره اینا رو میچرخونه. در نتیجه اینا اصلا نقشی دیگه در تولید ندارن، چون نقشی در تولید ندارن اینا انگل شدن، و چون بورژوازی انگل شده پس دوران افوله. خب این تئوری از بیخ و بنیاد غلط دیگه، ولی خب این تئوری است که ما همه سالهاست قبول داشتیم. ما سالها تمام کارامون می استراتژیامون می حرفامون رو بر این اساسا مبناها قرار دادیم دیگه. خب بحث من هم اینه، حالا که میبینیم انقدر گم شده ایم، حالا باید دقیقا این گذشته قدم های قبلیمون رو بررسی کنیم دیگه. یکی از قدم هامون همین تیپ کاراست دیگه، همین تئوری بافی های لحظه ایه که به خاطر یه مسائل سیاسی میشینیم از این حرف های گنده گنده میزنیم، بعد هم اصلا هیچ معنی خاصی برای 50 سال بعدشون ندارن. همه ما هم حالا 50 سال گیجیم، داریم هنوز هم که هنوز با هم دعوا میکنیم سر همین مقوله. در صورت شما میخوای جنگ جهانی اول توضیح بده، بله یه مقاله بمیز توضیح بده. اتفاقا اون کتابم خیلی عالیه، خیلی هم کار جالبی، ولی تئوری سرمایه‌داری جهانی نیست. دوران افول رو توضیح نمیده، انگلی بودن سرمایه‌داری رو توضیح نمیده. مگه خود مارکس به سرمایه‌دارا نمیگفت کیسه پول؟ یعنی چی میگه کیسه پول؟ یعنی خود آدمه مهم نیست، خودش آلت دست سرمایه است، خودش فقط یک کیسه پوله که این سرمایه رو از این ور ببره به اون ور، و الا خودش اصلا نقش بورژوازی در تولید حالا اصلا چیز مهمی نیست، سرمایه است که بورژوازی رو میسازه، نه بورژوازی سرمایه رو. سرمایه این حالت رو داره که میتونه تو رو تبدیل کنه به یه آلت دست خودش، نه تنها اونو، طبقه کارگر رو، هر دو تا طبقه بسا شیعی شدن، فتیشیستی نگاه میکنن، یعنی نمیدونن چی کار دارن میکنن. سرمایه‌داری این دنیای وارونه‌ای که ایجاد کرده باعث میشه که همه ما فتیشیستی شدیم، من جمله سرمایه‌دارا. بنابراین سرمایه خب اون دورش هم به یه معنای انگله. مگه شرکت های سهامی زمان خود مارکس نیستن؟ پس سرمایه از اون دوره انگله دیگه، فقط سهامشو میگیره، سر سالم سود سهامشو میگیره، کپون سنجاق میکنه. این که نشد توضیح دوران انحطاط، یعنی چندین جنبه داره اشکال تئوری لنین. یکی این که یه جنگ خاص رو تبدیل میکنه به تعریف یه دوره از سرمایه‌داری و اسمشو میذاره امپریالیزم، و اصرار هم داره که این صرفا یه سیاست نیست، تمام دعواش با کاوسکی سر اینه که تو فقط سیاسی میبینی این قضیه رو، این یه مرحله خاصی از سرمایه‌داری اجتناب نپذیره و آخرین مرحله سرمایه‌داری هم هست، یعنی ایناش اشکال داره دیگه.
بحث من هم اینه. خود باز همین میگم، همین جزوه لنین سر امپریالیزم و بحثای سر امپریالیزم اون دوره رو باز یه بحث مفصل جداگانه لازم داره که بکنیم. میگم رفقای دیگه هم درگیر بشن تو این بحث، چقدر کمک میکنیم. من خواستم این جنبه هاشو بگم. سوال رفیقمون نیلوفر، ببین به نظر من اتفاق خیلی جالبه. شما ببین انقلاب صنعتی، ما میگیم انقلاب صنعتی اول استفاده از ماشین بخار در تولید، انقلاب دوم میگیم برق دیگه، استفاده از برق در تولید، انقلاب سوم یه دفعه قرقاتی میشه، میگیم صنایع هواپیماسازی، صنایع تلکام. یعنی یعنی نشون میده که اون کسایی که نشستن این تئوری انقلابات صنعتی رو دارن میدن، دیگه کفگیر به ته دیگ خورده دیگه، نمیتونی درست توضیح بدی. یه فعه هفتش تا چیز رو با هم قاطی میکنن، میگن انقلاب صنعتی سوم، زمان جنگ. بعد از اون دیگه گم و گیج شدن همه، هیچ اصلا شما صحبتی از انقلاب صنعتی دیگه تا حالا شنیدید از اون به بعد؟ هیچکی، چون انگوش نمیتونی جایی بذاری بگی این انقلاب صنعتی چهارم، این انقلاب صنعتی پنجم، این انقلاب صنعتی ششم. از جنگ جهانی دوم تا حالا ما دائم انقلاب صنعتی داریم. صنایع به اصطلاح مدرن رو که شما نگاه کنی، هر 10 سال یه تحولات عظیمی توش صورت گرفته. امروزه شتابش که اصلا لوگاریتمی شده، یه دفعه یه رشد صعودی عجیبی برداشته. شما اصلا باور میکردید 30 سال پیش که الان اونایی که به سبب بیش از 30 سال عمر دارن، باور میکردید در زمین 30 سال اخیر این اتفاقات بیفته؟ ببینید همه چی عوض شده. یعنی ما یه دوره هستیم که دیگه کامل انقلابات تکنولوژیک مداومه. این رو اولا نمیشه با دورهای قبلی مقایسه کرد، با انقلاب صنعتی اول دوم. همین مداوم بودنشی که مهمه. یعنی یه موتور حرکتی شده در سرمایه‌داری که میگم رفیقمون واروفاکیس اسمشو گذاشته تکنوفودالیزم، این حالتی که همه دارن رنت تکنولوژیک میگیرن، در واقع سرمایه‌دار بخش عظیم سودی که الان داره در میاره رنت تکنولوژی. درنچه اینی که میگه مثلا میگیم دولت ایران رنتیر شده، میگه اصلا خصوصیت تمام سرمایه‌داری جهانی شده امروز، رنتیره، داره رنت میگیره، منبع اصلی درآمدش رنته تا سود، سود به معنی کلاسیک کلمه. بنابراین یک، نمیشه این رو با دورهای قبلی مقایسه کرد. دورهای قبلی هم به نظر من انقلابات تکنولوژیک مصادف با ادوار از اون زاویه که من گفتم، درجه تراکم و تمرکز سرمایه و اینکه نرخ سود اضافه بر نرخ متوسط تو چه حوزه‌ایه و تأثیر این روی انباشت اولیه در همون حوزه چیه، حالا چه داخل همون کشور چه خارج از اون کشور. بر اساس این 3 عامل باید بررسی کرد. اینا الزاماً با اون انقلاب صنعتی اول و دوم و سوم مصادف نیستن. میگم خیلی تصنعی این انتخاب شده. انقلاب صنعتی اول معنی داره، چون انقلاب صنعتی اوله، انقلابی است که داره به اصطلاح بنیاد به اصطلاح سرمایه‌داری صنعتی رو بنا میکنه دیگه. بدون انقلاب صنعتی اول اصلا این سرمایه‌داری صنعتی معنی نداره دیگه. یعنی یک دفعه میزان تولید سرمایه‌داری رو مسیو میکنه دیگه، گنده میگه. از ساعت مانوفاکتور و چند تا مثلا پیشه‌ور رو دور هم جمع کنیم و یه چیزی تولید کنیم، میذاره دیگه، ما تولید صنعتی میشه، ماشینالات وارد تولید میشه. این البته خب خیلی پدیده مهمیه، در غلبه سرمایه‌داری بر اقتصاد انگلستان نقش کلیدی بازی میکنه و بعد از اون هم در غلبه سرمایه‌داری در همه جایی که کپی میکنن دیگه. اون موقعش هم انگلیس خیلی راحت همین وسایل تولید رو به آلمان، مثلا به روسیه، به آمریکا، به خیلی جا میفروخت. اینجوری نبود که مثل الان مثلا آمریکا بگه نه ما این تکنولوژی دیگه به چین نباید بدیم.
دقیقا جالبه. میبینی الان تا حالا چین رفیق همشون بود، چین تا اونجایی که فقط کالای مصرفی تولید کنه، به محضی که چین وارد حوزه تولید تکنولوژیک شده، رقابت داره میکنه با آمریکا سر تکنولوژی، یه دفعه گفتن نه این چین اصلا بازی ما رو نمیکنه، این منافع دیگه داره، نمیدونم ارتش خلق اون پشت خوابیده داره، داره بس ما مثلا موبایل های چینی نمیتونیم استفاده کنیم چون تا حالا فقط CIA دسترسی داشت، حالا مثلا ارتش خلق هم به این چیزا دسترسی داره، این دیگه نمیشه. یعنی تا دیدن مونوپولی تکنولوژیشون داره از بین میرست که این دعوا شدید شده، تا جایی که پیرهن ارزون و شلوار ارزون و جنس های مصرفی ارزون میفروخت اوکی بود، رفیق جونجونی بود و $3 تریلیون هم رفتن اونجا سرمایه گذاری کردن. به محضی که این وارد حوزه تکنولوژیک شده و در حوزه تکنولوژیک هم به خاطر که مقیاس بزرگ داره، چین چون این کارخونه میزنه مثلا 5000 تا زیر سقف نشستن دارن مثلا موبایل به هم وصل میکنن، یعنی کارخونه های عظیم و بزرگ ایجاد کرد، مقیاس های بزرگ هم میتونه تولید کنه. درچه اتفاق تو حوزه تکنولوژیک میتونه خیلی سریع هم پیشرفت کنه، همطور که ژاپن یادتونه یه موقعی فقط جنس های بنجل، من یادم دوره بچگی من هرچی جنس بنجل بود تو بازار تهران میگفتن اینا ژاپنیه، جنس های بنجل از همون جنس های بنجل تبدیل شده به یکی از بزرگترین مراکز تکنولوژیک دنیا دیگه. چین هم دقیقا داره همینطور میشه، بعد از یه دوره رشد بخش دو تولید وسایل مصرفی به تدریج داره بخش تولید وسایل تولیدش هم غلبه پیدا میکنه به بخش، الان داره بخش بزرگتری میشه داخل خود چین، و چون هم تو این دوره میتونه تو مقیاس بزرگ تولید کنه، خیلی چی میگن مخارجش کمتره، میزان فروش کالاش هم بیشتره، بنابراین میتونه از تکنولوژی گرونتر و پیچیدهتر هم استفاده کنه، به همین خاطر میتونه سریعتر از آمریکا هم حتی رشد کنه، یه دفعه همه اینا رو نگران کرد. بنابراین نه، دور فعلی این انقلاب صنعتی مداوم، این انقلاب تکنولوژیک مداوم یه پدیده ویژه‌ایه، با اون دوتا انقلاب صنعتی قبلی فرق داره. انقلاب های صنعتی اول هم فقط اولیشو میشه رفت داد در واقع به مرحله خاصی از سرمایه داری، انقلاب صنعتی دوم و سوم حتی اونایی که تئوریزه کردنش با این منظور تئوریزش نکردن، صرفا یه پدیده نیست، انقلاب صنعتی اول معروفه، حالا هی همه میگردن دنبال انقلاب صنعتی دوم، دنبال انقلاب صنعتی سوم و چهارم و پنجم و ششم، که میگن بعد از سوم دیگه همه گم و گور شدن دیگه نمیدونن چی بگن، هی میگن ما داریم، کسایی که هنوز دارن صحبت از انقلاب صنعتی پنجم و ششم میکنن، ولی واقعا مسخره است. شما نگاه کنی به تحولات بعد جنگ جهانی دوم، این تئوری مسخره است دیگه، اصلا یعنی چی انقلاب صنعتی؟ هر روز شما شب میخوابی صبح بیدار میشی یه انقلاب صنعتی شب قبلش صورت گرفت، یعنی پدیده رشد شتابانده. بنابراین امیدوارم این جواب سوالتون بوده باشه. من ممنونم از رفقا تا اینجا گوش کردم، به هر حال واقعا سر رفقا رو درد آوردم، رفیق یاسمن شما رو هم همینطوری نگه داشتم، خیلی از وقتمون زدیم جلو، به هر حال با عرض معذرت از رفقا من دیگه اینجا با اجازهتون تموم کنم دیگه، ولی میگم این باز من چون کسی در بعد حرفای خودم رو زدم، ولی امیدوارم باز اینا تشویق و تحریک کنه رفقای دیگر که این بحث رو بتونیم بیایم با هم ادامه بدیم. خیلی ممنون. من فکر میکنم بخش های از این بحث رو به بخش ویدیو من بازش برابر امیدوارم بحث و بقیه دوستان بیان و این بحث رو ادامه بدن. من میبینم در نوشته حداقل بعضی از این بحث ها داره دنبال میشه، شاید که دوستانی که حالا نمیخوانم حتی بیان اقلا این بحث رو در جای دیگه دنبال کنن.
خیلی ممنون تراب عزیز، بحث بسیار جالبی بود. امیدوارم رفقا دنبال کنن این بحث رو و ادامه بدیم. فکر کنم هفته دیگه اگه اشتباه نکنم حتما برنامه داریم، فردا اعلامش میکنیم، ولی شاید اگه کس دیگه پیدا نشه خود من صحبت میکنم راجع به موزه چپ و غزه، و امیدوارم بیان دوستان رفقای عزیز بیان. خیلی ممنون تو را، خیلی بحث مهمی بود و بحث خوب وارد جوانب مختلف شدی. من یکی از کسایی هستم که این بحث امپریالیسم رو دیر بهش رسیدم، ولی الان قبول دارم، این رو به طور کلی قبول کردم. در هر صورت موفق باشید دوستان و شبتون بخیر. خیلی ممنون. شب رفقا خوش.